ساعتی پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت مذاکره با آمریکا فرمانده سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه اصطلاح فتنه را به انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و مذاکرات اتمی نیز تعمیم داد و آنها را طرح آمریکا دانست محمد علی جعفری فرمانده سپاه از پرونده هسته ای ایران انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 اعتراض ها به نتیجه انتخابات سال 80 و جنگ ایران و عراق به عنوان چهار فتنه بزرگ نام برد که به دست آمریکایی ها طراحی شده بود. به گزارش وبسایت سپاه نیوز پایگاه خبری سپاه پاسداران آقای جعفری روز چهارشنبه 15 مهر ماه گفت جمهوری اسلامی پس از تصویب توافق اتمی وین وارد فضای جدیدی می شود که دشمنان به دنبال ایجاد فضایی برای به بیراه کشاندن انقلاب هستند. آقای جعفری تاکید کرد که تلاش امریکایی ها برای نفوذ در ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی بین نتیجه مانده اما امروز نفوذ دشمن یکی از مهمترین تهدیدات است آقای جعفری روز چهارشنبه 21 مرداد ماه نیز گفته بود پس از انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد 76 دو تهدیدهای جدی علیه انقلاب اسلامی پدید آمد که می توانست جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرد و آن را به انحراف ببرد در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 با وجود حمایت بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران، روحانیون سرشناس و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از علی اکبر ناطق نوری، محمد خاتمی پیروز شد. آقای خامنه پس از توافق اتمی وین بارها درباره تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران هشدار داده و روز چهارشنبه نیز برای چندمین بار مذاکره با آمریکا را به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ به درون ایران دانست و اشاره کرد که در جریان مذاکرات اتمی آمریکایی ها در جاهایی فرصت پیدا کردند به کشور نفوذ کنند فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته مخالفت های مستقیم و غیر مستقیم زیادی با به گفته او راه راستین انقلاب اسلامی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ترسیم شده وجود دارد به اضافه کرد برخی دنبال این هستند که بگویند دیگر انقلاب شده نظام مستقر شده و حالا بیاییم به مسائل خود بپردازیم کاری به غزه و فلسطین و زورگوی های قربی ها در منطقه نداشته باشیم در حالی که حیات ما در انقلاب اسلامی است رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 25 شهریور تاکید کرده بود برخلاف به گفته او تصورات و القاعات اتاق فکرهای بیگانه که در داخل هم ایده آنها را تکرار می انقلاب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به جمهوری اسلامی به معنایی که آنها فکر می کنند امکان پذیر نخواهد بود. در همین حال فرمانده کل سپاه پاسداران پیش از این با اشاره به گفته های رهبر جمهوری اسلامی مرحله پنجم انقلاب اسلامی را تشکیل جامعه جهانی اسلامی خوانده بود آقای جعفری روز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت نیز وضعیت صدور انقلاب اسلامی در خارج از ایران را بسیار مطلوب توصیف کرده و گفته بود که انقلاب احتیاج به پیشرفت سریعتر در داخل ایران دارد در همین حال رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه روز پنجشنبه از سوریه به عنوان خط مقدم علیه دشمن نام برد و گفت دولت های غربی و آمریکا به دنبال مهار جمهوری اسلامی هستند تا در یمن عراق و سوریه اثرگذار نباشد گفته های مقامات جمهوری اسلامی در حالی است که مقامات برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان از اقدامات ایران در منطقه از جمله در سوریه، یمن و بحرین ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از مقام های عراقی بر نقش ایران و فرمانده سپاه قدس ایران در تصمیم گیری برای آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه تاکید کرده است پیش از این خبرگزاری رویترز نیز روز چهارشنبه 15 مهر در گزارشی گفته بود تصمیم با آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه پس از مذاکرات قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با ولادیمیر پوتین گرفته شده است در ماه اخیر گزارش های مبنی بر ملاقات آقای سلیمانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با وجود ممنوعیت های بین در مورد سفر این مقام ارشد سپاه پاسداران منتشر شده بود که مسکو و تهران آنها را تکذیب کردند خبرگزاری اسوشیلت پرس روز پانزده مهرما به نقل از مقام های دولتی عراق میگوید در پی دیداری سه ساعته که تابستان امسال بین قاسم سلیمانی و ولادیمیر پوتین صورت گرفته او از رئیس جمهوری روسیه خواسته تا دست به انجام حملات هوایی در سوریه و افزایش حضور خود در عراق بزند بنابراین گزارش آقای سلیمانی و پوتین نقشه ها اطلاعات و عکس های جمع شده از سوریه را مرور کردند که نشان می دهد شبه نظامیان افراطی حضور خود به منطقه قفقاز را گسترش خواهند داد این در حالی است که آمریکا اعلام کرده است اکثر حملات هوایی روسیه در سوریه مواضع شبه نظامیان گروه داعش یا جهادی های وابسته به القاعده را هدف قرار نمی دهد بلکه به جای آن مواضع اپوزیسیون میانه را بمباران می شود جان کلبی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 15 مر با تایید این خبر گفت این حملات تا حدود زیادی مخالفانی را هدف قرار می دهد که خواهان آیندهی بهتر برای سوریه هستند و نمی نظام اسد در قدرت باقی بماند وی گفت اقدام روسیه اشتباه است آنها نه تنها باعث افزایش تنشهای های در سوریه می شوند. بلکه احتمال دارد اقدامشان باعث شدت گرفتن تنشهای های در خود روسیه شود اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز روز چهارشنبه 15 میر با اشتباه خواندن اقدام نظامی روسیه در سوریه تاکید کرد استراتژی روسیه نادرست است آنها به هدفهایی حمله میکنند که به داعش تعلق ندارند این یک خطای اساسی است به همین دلیل ما با آنها همکاری نمی کنیم وزارت دفاع پیش از این اعلام کرده بود که آمریکا حاضر نشده اطلاعات مربوط به مواضع داعش در سوریه را در اختیار مسکو قرار دهد در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که روسیه و دولت سوریه همراه با گروه های شبه نظامی متحدش از روز چهارشنبه 15 مهر عملیات مشترک و هماهنگ شده بزرگی را علیه مخالفان حکومت بشار اسد در مناطق غرب سوریه آغاز کردند خبرگزاری رویترز از قول یک منبع مطلع گفته است شبه نظامیان حزب الله لبنان نیروهای ارتش سوریه را در حملات روز چهارشنبه همراهی می کنند، همزمان دولت ترکیه برای سومین بار طی چهار روز گذشته سفیر روسیه را در اعتراض به نقض مکرر حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده های روسیه احضار کرد در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مسکو پیش از پرتاب موشک های کروز از دریای خزر به سوی مواضع داعش در سوریه با تهران و بغداد هماهنگی های لازم را انجام داده بود سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفت این موشک ها به سوی مواضع گروه تروریستی داعش در سوریه پرتاب شده و وزارت دفاع روسیه تصاویری از پرتاب موشک ها از ناوگان دریای خزر پخش کرده است که نشان میدهد تمامی آنها به اهداف تعیین شده اصابت کردند سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در این حال ادعای رویترز مبنی بر دیدار سردار سلیمانی و ولادیمیر پوتین برای آماده سازی شرایط جهت انجام عملیات نظامی در سوریه را تکذیب کرد در همین حال بنابر گزارش خبرگزاری ها انتظار می رود مسئله حضور فضاینده نظامی روسیه در مناقشه سوریه در سطر دستور کار مباحث وزرای دفاع ناتو در جلسه روز پنجشنبه 16 مر در بروکسل باشد. این نشست یک روز پس از آن برگزار می شود که ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو از ورود مکرر جتهای روسیه به آسمان خود شکایت کرد انتظار می رود که وزرای دفاع ناتو با ترکیه اعلام همبستگی کنند و همچنین نگرانی فزاینده در میان کشورهای بالتیک نسبت به مداخله روسیه در شرق اوکراین را بررسی کنند آنطور که خبرگزاری دولتی ترکیه به نقل از روزنامه نیویورک تایمز گزارش میده امریکا و اعتلاف تحت رهبریش پس از آنکه پروژه آموزش مخالفان سوری با شکست مواجه شد به دنبال راهکارهای جدیدی برای مبارزه با داعش هستش به این منظور امریکا دو برنامه رو در دستور کار خودش قرار داده نخواست که تصمیم بر هست تا در کنار کوردهای سوری سه تا پنج هزار جنگجوی عرب سوری نیز آم آموزش و تجهیز بشن و این جنگجویان در مشارکت با کورد‌های سوری به جنگ با داعش بپردازند هدف عمده امریکا و ائتلاف تحت رهبریش این استش که مناطق شمالی و به ویژه شمال شرقی سوریه در محدوده شهر رقه پاکسازی بشه البته فعلا برنامه آزادسازی شهر رقه در دستور کار این نیروها نیستش اما گام بعدی این برنامه که در واقع تکمیل کننده گام نخست خواهد بود این است که امریکا از طریق پایگاه هوایی انجلیک واقع در استان آدانای ترکیه حملات گستره تری رو بر علیه داعش تدارک ببینه مدتی هست که امریکا در توافق با ترکیه از این پایگاه استفاده میکنه اما در برنامه جدید نقش این پایگاه پررنگتر خواهد شد و عملیات هوایی از این پایگاه به شکل چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد اما باید گفت به طور عمده هدف پروژه جدید امریکا این استش که مبارزه با داعش تنها محدود به حملات هوایی جنگنده های اطلاف نباشه و بر روی زمین هم یک نیروی منسجم در مقابل داعش قرار بگیره خب مدت ها بود که عملکرد نیروهای اطلاف مورد انتقاد بسیاری بود و منتقدین عقیده داشتن صرفا تکیه بر حملات هوایی نتونسته سازمان نظامی داعش رو چندان تحت فشار قرار بده یه پیگه شاخه نظامی حزب کارگران کردستان سوریه در واقع تا الان تنها نیروی روی زمین در سوریه بود که با داعش می جنگید به استثناء ارتش دولتی سوریه و خب کردهای سوری مورد حمایت نسبی آمریکا هم قرار داشتن یه پیگه بالغ بر 25 هزار نیرو رو تحت فرمان خودش داره حالا با تزریق 3 تا 5 هزار جنگجوی موزش دیده جدید که گفته شده از اعراب سوری هستن باید دید تا چه اندازه میتونه اهداف این برنامه امریکا رو برآورده بسازه اما حالا خبرهایی هم البته تایید نشده به گوش میرسه که روس ها هم به کورت های سوری پیشنهاد همکاری دادن و گفتن کورت سوری هم میتونن در اعتلاف روسیه ایران و عراق مشارکت داشته باشن برخی مقامات حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه مدعی شدن که روسیه درخواست کرده در مناطق شمالی سوریه که تحت کنترل کورت هستش دفتر نمایندگی ایجاد بکنه اما از همه مسائل که بگذاریم آنچه فعل... فعلا نامشخص هست اینه که با این یارگیری های جدید در منطقه و مشخصا در سوریه معلوم نیست راهور ترکیه برای ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه چه خواهد بود و حرکت بعدی ترکیه بر روی صفحه شطرنج سوریه چیست کمیته اخلاقی فیفا اعلام کرد سپلاتر رئیس، میشل پلاتینی نایب رئیس و جروم والکه دبیر کل فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به مدت سه ماه از هر گونه فعالیت در زمینه فوتبال من شدند. روز گذشته این کمیته پیشنهاد کرده بود که سپلاتر به مدت سه ماه از سمتش برکنار شود. هر سه نفر اتهامات خود را رد می کنند. آقای بلاتر متهم است قراردادی را امضا کرده که منافع فیفا در آن رعایت نشده و پرداختی ناموجه به میشل پلاتینی 60 ساله داشته است. رئیس 79 ساله فیفا از سوی مقامات غذایی سوئیس به اتهام ضعف مدیریت بازپرسی شده است. کلاوس استولکه مشاور رئیس فیفا گفته است که موضوع درخواست برکناری موقت بعد از ظهر امروز به آقای بلاتر اطلاع داده شد. او آرام است به یاد داشته باشید که او مؤسس و پدر کمیته اخلاقی است سپلاتر امروز در گفتگوی با نشریه آلمانی بونته گفته که او بدون هیچ گونه سند و مدرکی متهم شده است. آقای بلاتر که قرار است روز 26 فوریه سال 2016 از سمت خود کناره گیری کند، درباره بازپرسی دادستان کل سوئیس از او گفته بود این تنها یک تحقیقات عادی است. من تا ماه فوریه برای خودم و فیفا مبارزه خواهم کرد. مطمئن هستم که پرده ها کنار خواهند رفت. و حقیقت و راستی نمایان خواهد شد کمیته اخلاقی فیفا از روز دوشنبه در زوریخ جلسات مختلفی در مورد اتهام وارد شده به سپلاتر و میشل پلاتینی برگزار کرده ولی هنوز نتوانسته در مورد میشل پلاتینی به جمبندی واحدی برسد آقای بلاتر از سوی مقامات غذایی سوئیس متهم است که در سال 2005 قراردادی که منافع فیفا در آن در نظر گرفته نشده بود را با جک وارنر رئیس سابق فدراسیون فوتبال منطقه کارائیب در زمینه ی حق پخش تلویزیونی امضا کرده و همچنین در سال 2011 دو میلیون دلار را به صورت ناموجه به میشل پلاتینی پرداخت کرده است. سپلاتر و میشل پلاتینی اتهامات مطرح شده را رد کردند آقای پلاتینی هم تاکید کرده که با وجود اتفاقات پیش آمده همچنان برای نامزد شدن در انتخابات ریاست فیفا مسمم است. آقای پلاتینی پس از آنکه از سوی مقامات غذایی سوئیس برای در اختیار گذاشتن اطلاعاتی در مورد پرونده سپلاتر احضار شد گفت من به عنوان شاهد و کسی که قرار است اطلاعاتی را در اختیار دادستان سوئیس قرار دهد احضار شده بودم اما دادستانی سوئیس پس از صحبتهای میشل پلاتینی اعلام کرد که او در پرونده فساد در فیفا نقشی بیش از یک شاهد دارد آقای بلاتر 17 سال ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال را بر عهده داشته همواره هر گونه اتهام فساد مالی به خود را تکذیب کرده است بحران رسوایی فساد مالی در فیفا اوایل خرداد ماه وارد مرحله تازه ای شد زمانی که پلیس سوئیس هفت نفر از اعضای ارشد فیفا را در هتلی در زوریخ همزمان بازداشت کرد این هفت نفر برای شرکت در کنگره فیفا و انتخابات ریاست فیفا در این هتل اقامت کرده بودند. این بازداشت در پی درخواست پلیس فدرال آمریکا انجام شد که چهارده تن از مقامهای فیفا را به اخاذی تقلب در انتقال پول و پولشویی در دوره 24 ساله متهم کرده بود. بازرسان پلیس فدرال آمریکا گفته بودند که از انتقال بیش از 150 میلیون دلار رشوه در فیفا مطلع شدند. پس از آن سپلاتر که برای پنجمین بار به ریاست فدراسیون جهانی فوتبال انتخاب شده بود اعلام کرد که از سمت خود کنارگیری می کند. در سوئیس نیز علاوه بر آمریکا مدتی است که تحقیقات در مورد انتخاب میزبانان جامهای جهانی 2018 روسیه و 2022 قطر شروع شده و در جریان این تحقیقات چندین ملک در کوههای آلپ توقیف شده است. سازمان ملل اعلام کرد که شورشیان حوسی در یمن قطنامی شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ در این کشور را پذیرفتند. استفان دوژاریک سخنگوی سازمان ملل شامگاه روز چهارشنبه 15 مهر با اعلام این خبر گفت که نماینده سازمان ملل در امور یمن از این موضوع ابراز خوشنودی کرده است ساعتی پیشتر رسانه ها از قول یک منبع یمنی گزارش داده بودند که حسی ها و همچنین حزب علی عبدالله صالح با ارسال دو نامه جداگانه به سازمان ملل با قطعنامه پنج ماه پیش شورای امنیت اعلام موافقت کردند به گفته سخنگوی سازمان ملل قرار از روز پنجشنبه اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده دبیر کل این سازمان در امور یمن به منطقه سفر کند در همین حال گزارش های متناقضی درباره وضعیت سفارت یمن در تهران منتشر شده است پایگاه اینترنتی روزنامه الوطن عربستان سعودی روز چهارشنبه در گزارشی نوشت ریاض یاسین وزیر امور خارجی یمن خبرها درباره مخالفت کادر دیپلماتیک یمن در تهران بستن سفارت و بازگشت به کشور را تکسیب کرد و گفت عبدالله السری کاردار یمن در تهران همه توصیه ها را با جزئیاتش اجرا کرد آقای یاسین درباره شایعه نافرمانی برخی از عناصر سفارت که وفادار به گروه حوثی ها و ایران بودند گفته است دو یا سه کارمند رابط با ایران دارند و اگر نافرمانی یا با بازگشت مخالفت یا درخواست پناهندگی سیاسی کردن همه اینها امر شخصی خودشان است و آنها نماینده سفارت نیستند و رفتارهایشان فقط به خودشان مربوط است و هر نوع تعامل یا تصمیمی که هر شخصی پس از تاریخ اعلام رسمی قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور اتخاذ کند باطل است و هیچ ارزش حقوقی ندارد و بیانگر دیدگاه یمن یا دولت آن نیست آقای یاسین گفته است مهم این است که کاردار سفارت همه دستوراتی را که عبد رب منصور هادی رئیس جمهور به وی داده بود اجرا کرد وزیر امور خارجی یمن تاکید کرد کاردار ایران در یمن نیست تا در روز آینده خاک یمن را ترک خواهد کرد منابع رسانه ای پیش از این اعلام کرده بودند هیئت دیپلماتیک یمن در تهران با ترک ایران مخالفت کرده و به فعالیتش در داخل ساختمان سفارت ادامه می دهد. آقای یاسین گفته است ساختمان سفارت یمن در تهران ملک خصوصی یمن است و هیچ کس نمی تواند بر خواست دولت مشروع یمن برماندن در آن اصرار ورزد در همین حال خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 16 مهر اعلام کرد کاردار جدید یمن در تهران از میان دیپلمات های یمنی مستقر در تهران انتخاب شده است این خبرگزاری از اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه ترکیه به عنوان حافظ منافع دولت مستعفی یمن در ایران انتخاب شده صحیح نیست و سفارت این کشور در تهران فعال است ایران نماینده حوثی ها را به عنوان وزیر امور خارجه یمن میشناسد بیژن نوباوه که همراه با یازده نماینده دیگر مجلس در تذکری مدعی نفوذ یک جریان چند صد نفری جاسوسان غربی در رسانه های ایران شده بود میگوید این مسئله تحت پیگیری است و لیستی دوازده سیزده نفره از این افراد اعلام شده است که وزرای مربوطه نیز اطلاع دارند دوازده نماینده جبهه پایداری روز سی شهریور در تذکر کتبی به وزیران ارشاد و اطلاعات مدعی شده بودند که سرویس های جاسوسی غربی از جمله بریتانیا، هلند و نروژ یک باند و جریان مخرب چندصد نفری را در رسانه های اصلاح طلب هدایت می کنند. علی جنتی وزیر ارشاد از این نمایندگان خواسته بود که ادعای خود را اثبات کنند و تاکید کرده بود این وزارتخانه از اینکه کسانی از طریق فضای رسانه در پشت صحنه به دنبال براندازی نظام هستند یا نه اطلاعی ندارد و پشت پرده این قضایی را نمی بینید. بیژن نوباوه یکی از نمایندگان امضا کننده ی این تذکر روز چهارشنبه 15 مهر در واکنش به این سخنان وزیر ارشاد گفت ما نظرمان را در همان تذکر اعلام کرده و به آقایان برای برخورد با این قضیه آدرس داده ایم وی ای افسود لیست 12 13 نفره ای از این افراد اعلام شده که این مسئله تحت پیگیری است و وزرای مربوطه نیز از این موضوع اطلاع دارند گفته های آقای نوباوه درباره این فهرست در حالی است که ساعتی پس از تذکر این دوازده نماینده مجلس توییتر وبسایت مشرق نیوز از بازداشت دوازده روزنامهنگار و مدیر مسئول رسانه های اصلاح طلب خبر داد اما این توییت ساعتی بعد حذف شد خواست این نمایندگان برای برخورد با خبرنگاران و رسانه های فضای مجازی در حالی است که زمان برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبر در هفتم اسفند ماه نزدیک می شود. چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و بین 7 تا 13 بهمن سال 91 نیز 18 روزنامه نگار بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند. همکنون تعدادی از روزنامه نگاران از جمله علیرضا رجایی، سراج میردامادی، سعید رضوی فقیح، جیسون رضاییان، خسرو کردپور و مسعود کردپو زندانی هستند. در همین حال آقای نوباوه گفت وزیر ارشاد نمیپذیرفت که جیسون رضاییان جاسوس است ولی الان دیگر علنی شده است که وی جاسوس اصلی آمریکایی هاست وی تاکید کرد به نظر ما نظیر رضاییان افراد دیگری در فضای رسانه ی کشور فعالیت دارند یازده نماینده مجلس روز سیزده مهر ماه در تذکری به وزیر دادگستری ایران خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست شدند. در همین حال کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده که قوه غذایه ایران بنابر سابقه ای که در اتکاب اعترافات اجباری دارد در مورد جیسون رضاییان اقدام مشابهی انجام دهد. بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از پزشکان بدون مرز به دلیل بمباران بیمارستان این سازمان در افغانستان عذرخواهی کرد جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه پانزده مهر گفت آقای اوباما در گفتگو با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز مراتب همدردی خود را با کارکنان بیمارستان پزشکان بدون مرز بیان کرده و اطمینان داده است که تحقیقات کامل و بیطرفانه ای برای روشن شدن حقایق این حادثه انجام خواهد شد آقای ارنست همچنین گفت اگر تشخیص داده شود کسانی که مسئول این حادثه هستند مرتکب اشتباهی شدند باید پاسخگو باشند عذرخواهی آقای اوباما چهار روز پس از حمله ارتش آمریکا به بیمارستان شهر قندوز در شمال افغانستان صورت میگیرد که در جریان آن حداقل 22 نفر کشته شدند ژنرال جان کمبل فرمانده ارشد نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان روز سهشنبه چهارده مهر گفت ارتش افغانستان تقاضای این حمله را کرده بود و بیمارستان به اشتباه هدف قرار گرفت بمباران بیمارستان قندوز که در جریان آن بیماران در آتش سوختند انتقادات شدیدی را در سطح جهانی برانگیخته است نهادهای بشردوست المللی، سازمان ملل و انتقاد افکار عمومی جهان دولت آمریکا را تحت فشار قرار دادند تا در مورد این حمله تمام حقایق را آشکار کند ساعتی پیش از گفتگوی تلفنی باراک اوباما رئیس پزشکان بدون مرز حمله به بیمارستان این سازمان را به عنوان جنایت جنگی محکوم کرده و گفته بود که این عملیات نقض آشکار کنوانسیون ژنو است و باید یک تحقیقات بین المللی و مستقل در باری آن انجام شود به گفته جاش ارنست رئیس جمهوری آمریکا همچنین با محمد اشتبقنی همتای افغان خود نیز در باری این حادثه گفتگو و مراتب همدردی خود را به آنها اعلام کرده است روزنامه نیویورک تایمز روز سهشنبه 13 می از قول مقامات نزدیک به جنرال جان کمبل نوشت که کمانده های آمریکایی در منطقه عملیاتی قبل از این بمباران نمی تشخیص دهند که این بیمارستان هدف مشروعی است یکی از مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفت تحقیقات در مورد این ماجرا هنوز ادامه دارد ولی جنرال کمبل اکنون به این نتیجه رسیده که واحدهای آمریکایی مستقر در منطقه از مقررات عملیات جنگی کاملا تبعیت نکردند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت شرکت نخواهد کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران طی ای گفت به دلیل حضور سلمان رشدی، نویسنده یه هندی تبار بریتانیایی در نمایشگاه فرانکفورت از شرکت در این نمایشگاه خودداری می کند. سلمان رشدی نویسنده یک کتاب آیات شیطانی است که در سال 1367 فتوای قتلش به دلیل توهین به پیامبر مسلمانان و ارتداد از سوی آیت الله خمینی صادر شد. وزارت ارشاد ایران در بیانیه خود از سایر کشورهای اسلامی نیست خواسته تا در برابر اقدام تحریک آمیز برگزار کنندگان نمایشگاه فرانکفورت موضعگیری کنند. سالمان رشتی قرار است به همراه آخرین رمان خود به نام دو سال 8 ماه و 28 و شب در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت شرکت کند. این نمایشگاه از 22 تا 26 مهر در فرانکفورت برگزار می شود. در بیانیه ی وزارت ارشاد علاوه بر اعتراض به حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب نسبت به محتوای کتاب جدید او نیز اعتراض شده و این کتاب نوعی مقابله مستقیم با اندیشه ها و باورهای دینی خوانده شده است وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران حضور سلمان رشدی و کتاب جدیدش در نمایشگاه فرانکفورت را باعث دار شدن عواطف و احساسات مسلمانان سراسر جهان دانسته است در بیانیه ی وزارت ارشاد آمده است تجلیل و تقدیس از چهره ای که احساسات صدها میلیون انسان را جریه دار و به ارزشها و عناصر مورد احترام آنان بیحرمتی و توهین می کند. نه تنها به نفع آزادی بیان نیست بلکه نوعی بازی سیاسی با ارزش انسانی و دینی است که به خشونت طلبان و گروه های افراطی ضد اسلام بهانه خواهد داد تا از این بستر به اهداف نامشروع خود دست پیدا کنند. این وزارتخانه از مسئولان نمایشگاه فرانکفورت خواسته تا از برخورد گزینشی در مواجهه با مفهوم والا و ارزشمند آزادی بیان پرهیز نموده و با تدابیر صحیح فرصت تعامل با دولتها و ملتهای مسلمان را گسترش دهد رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در همین رابطه گفت است جمهوری اسلامی ایران همواره خط قرمزهای خود را به صورت شفاف بیان کرده و وجود عناصر بسیار خطرناک لجوج و فاقد هر گونه اندیشه اقلانی مانند سلمان رشدی مانع از حضور ما در نمایشگاه فرانکفورت خواهد شد وی تصریح کرد وزارت امور خارجه به دولت آلمان و سایر مراجع نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعتراض خود را اعلام کرده تا آلمان و دنیا بداند جمهوری اسلامی ایران همواره مرزهای ایدئولوژیک خود را پاس می دارد. سلمان رشدی علاوه بر رمان آیات شیطانی آثار دیگری نیز دارد که در رده شاهکارهای ادبیات معاصر رده بندی می شوند. از جمله رمان بچه های نیمه شب. پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی وی از بیم مرگ چندین سال زندگی مخفیانه در پیش گرفت و در عین حال به شهرتی جهانی رسید و به یکی از موفق ترین نویسندگان زنده بدل شد سلمان رشدی از برجسته ترین رمان نویسان امروز جهان شناخته می شود و آثارش به زبانهای زیادی ترجمه شده است نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت تنها نمایشگاه عمده بین المللی کتاب است که ناشران ایران در آن شرکت می کنند. در سالهای اخیر به دلایل مختلف وزارت ارشاد از حضور در این نمایشگاه استقبال نکرده است.